بر اساس یک نظرسنجی مشخص شده است که ایالت اتر پرادش هند شاهد افزایش جرایم ناشی از نفرت علیه جمعیت مسلمان در خود می باشد. بر اساس گزارش سال 2016، وزارت امور داخله هند اتر پرادش بیشترین تعداد مسلمان را در خود جای داده است، اما بیشترین زندانیان مسلمان نیز در این ایالت می باشند که بر اساس منابع رسمی بیش از 18,000 مسلمان در زندانهای آن به سر می برند. در پایان گفتنی است افزایش جنایات ناشی از نفرت در اتر پرادش نگرانی‌های جدی را در مورد زندگی مسالمت‌آمیز مذاهب در پرجمعیت‌ترین ایالت هند برانگیخته است. در نمایشگاهی با نام تاریخ موازی که توسط بنیاد هنری برجیر برگزار شد، تابلوی از کاظم حیدر هنرمند عراقی به نمایش درآمد که در آن واقعه دردناک کربلا را به تصویر کشیده بود. به گزارش خبرگزاری اخبارشی به نقل از منابع محلی، این نمایشگاه تا بهار 2024 ادامه خواهد داشت تا هنر معاصر و مدرن را برای بازدید کنندگان موزه که از کشورهای مختلف جهان آمدند به نمایش بگذارد. اثر هنرمند عراقی کاظم حیدر با نام ده اسب خسته برگرفته از واقعه دردناک کربلا است که در آن امام حسین علیه السلام و یاران ایشان به شهادت رسیدند. شبه نظامیان مرتبط با سنی های تندروی داعش با یورش به روستایی دور افتاده در شمال شرقی نیجریه 17 نفر را به دلیل عدم پرداخت مالیات بر احشام کشتند و روستا را با مواد منفجره به آتش کشیدند. گفتنی است شهر بویه در همسایگی نزدیک ایالت برنو که هنوز شبه نظامیان داعش در آن ساکن هستند، بارها مورد حملات خشونت آمیز از جمله حملات مرگبار به روستاها، پایگاه‌های نظامی، مدارس و بازارها و همچنین آدمربایی‌های دست جمعی را متحمل شده است. سی تن از خطاطان عراقی از استانهای مختلف این کشور با الگوبرداری از نسخه قدیمی و تاریخ از قرآن کریم که توسط حافظ سرشناس محمد امین الرشدی در سال 1236 میلادی تألیف شده بود به کتابت قرآن کریم در بغداد پایتخت عراق اقدام ورزیدند. گفتنی است این اقدام در مدت زمان فشرده‌ای که 3 ماه بود انجام شده است. از جمله ویژگی‌های این پروژه فرهنگی هنری این بود که بیشتر این خطاطان برای اولین بار بود که در چنین پروژه‌ای شرکت می‌کردند. بر همین اساس قرار است این جلد از کلام الله مجید به صورت ویژه در یک موزه نگهداری شود. دانشگاه العمید وابسته به آستان مقدس عباسی از فراهم نمودن بیش از 7,000 عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف پزشکی در کتابخانه مرکزی این دانشگاه خبر داد. مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه در این باره اظهار داشت این کتابخانه از لحاظ جمع‌آوری کتب و منابع پزشکی اولین کتابخانه در سطح کشور از نوع خود می‌باشد و در این کتابخانه از سیستم نرم افزاری کوها که پیشرفته‌ترین سیستم در کتابخانه ها می باشد استفاده می شود. آقای وسیم طالب مهدی افزود این کتابخانه شامل بیش از 7,000 عنوان در تمامی تخصص های پزشکی است که این کتابخانه را از سایر کتابخانه ها متمایز می کند و شاخص هایی را برای تضمین کیفیت خدمات کتابخانه ای کسب کرده و در مسیر کسب اعتبار بین المللی قرار دارد. مسجد تاریخی زانا متعلق به 500 سال پیش در دوره امپراتوری عثمانی در منطقه مشرف بر وادی عربه احداث شد. استان الطفیله در 180 کیلومتری جنوب غربی عمان پایتخت اردن روستای زانا قرار دارد. ساخت این روستا به آغاز دوره عثمانی برمی‌گردد. مسجد زانا به سبک معماری عثمانی در دوره سلطان عبدالحمید دوم احداث شد تا مدرک آشکاری بر سبقه تاریخی این روستا باشد. صلابت و پایداری در ساخت و ساز این مسجد حفظ شده است و همچنان به عنوان یک مکان عبادی است. ساکنان این روستا عبادت و فرایض دینی خود را هنوز در آن ادا می کنند.
منابع از افزایش اعتیاد زنان و کودکان به مواد مخدر در بامیان از استان‌های مرکزی افغانستان خبر می‌دهند. مسئولین بیمارستان ترک اعتیاد زنان و کودکان در استان بامیان هرچند آمار مشخصی ارائه نکردند، اما گفتند که تعداد زنان معتاد در این استان رو به افزایش بوده است. بیکاری، فقر، عدم آگاهی خانواده از مواد مخدر، عدم دسترسی به مراکز بهداشتی در شهرستان‌ها و دسترسی آسان مردم به مواد مخدر دلایل اصلی مبتلا شدن افراد به ویژه زنان و کودکان به مواد مخدر خوانده می‌شود. به گزارش نیویورک تایمز، در حالی که در سال 1950 کشورهای افریقایی تنها 8% جمعیت جهان را شکل می‌دادند، پیش‌بینی می‌شود که در سال 2050 کشورهای آفریقایی حدود 25% جمعیت جهان را شامل شده، یعنی 2.5 میلیارد انسان را در خود جای خواهد داد. این گزارش می‌افزاید در حالی که میانگین سنی جمعیت هند 28 سال و آمریکا و چین 38 سال است، میانگین سن جمعیت آفریقا 19 سال است. یعنی در حالی که آفریقا به سرعت پر جمعیت و جوان می شود، جهان به سرعت پیر می گردد و این جوانی جمعیت بر جهانی که به سرعت در حال پیر شدن است، تأثیر شگرفی بر جای خواهد گذاشت و این تأثیرات هم بر آفریقا و هم بر سایر کشورهای جهان خواهد بود.